دلیل ورشکست شدن سینمای افغانستان. تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده، نظریات خود را با ما شریک سازید. فاجعه در سینمای افغانستان. در دو دهه اخیر سینماگران مستعد و با انرژی به خاطر سینمای فقیر افغانستان زحمات زیاد را متقبل شدند تا حد توانستند فیلم‌های خوبی هم عرضه نمایند و تشنگی علاقمندان سینمای افغانستان را مرفوع سازند. ولی وقت از طرف حکومت و مسئولین حمایت نشدند، آهسته آهسته این نسل فعال یا ورشکست شدند و یا ترک سینما نمودند. مانند سلیم شاهین، مرد آهنین، با یک دسیسه راهی زندان شد. رسول ایمان رفت تا قرض‌های خود را بپردازد. قدرت الله تگاوی از پول شخصی خود با فستیوال‌های جهانی بیرق سه‌رنگه افغانستان را به اعتزاز درآورد، ولی هیچ تشویق نشد. فضل حکیمی بعد از فیلم قصاب چه برنامه دارد معلوم نیست و صفحه فیسبوک انستاگرام خود را نیز بسته نموده است. اسد سکندر بیشتر 5 سال است و سریال خود خریدار پیدا نتوانست. بصیر مجاهد در مدت 5 سال فیلم خوب ولگارد را ساخت و هرزه کرد. بعد از این معلوم نیست که چه میکنه. عارف نوری و تیم فعال و مبتکرشان مصروف کمره های مخفی با فهیم کوچک شدند. از شعیب ایوبی و برادرش بعد از فیلم بازی دیگر خبر نیست. مسعود هاشمی مدت 7 سال می شود. نظر به داستان فیلمشان اجازه تکثیر برای فیلمشان دادن نمی شود. هارون صدیقی با مصرف فراوان در مدت 6 سال فیلم عالی سکوت را ساخت که نظر به گفته خودش آخرین فیلمش است. از مارشال ابراهیمی بعد از کابلی، پتهان و ده ها جوان مستعد دیگر خبر نیست. کریم تنویر فیلمساز موفق با پشک تا سلطان آرزوی تکمیل شدنش را در چندین سال دارد. فهیم فیض بیشتر از 5 سال می شود مصروف وانتد است. آریان خان بعد از فیلم گل جانا معلوم می شود ترک سینما کرد. جوان با استعداد معشوق شاداب چند سال از فیلم زیر دست دارد، ولی از تکمیل شدن آن خبر نیست. متباقی هنر پیشه های عزیز مشرقی، مزار شریف و بغلان به ناامیدی دست گریبان است. سلام سنگی، فرید فیض، فقیر نبین، نصیر قاس، موسا رادمنش، سعیدی سوای و متباقی سینماگران خوب و سابقه کار در خاموشی به سر می برند. از سبا سحر دیگر خبر نیست. امیرشاه تلاش دارد با بهترین فیلمش سجده سرگردان است. چند هنرپیشه خوب ما به خاطر ما آشنا گزید روزمره به افغان فیلم سر بزنند. فقط از چند سینماگر هنرپیشه دور و نمونه یادآوری شد. با درگذشت هنرمندان بی‌بدیل کشور، هر یک آصف جلالی، غفار قطبیار، حنیف انگام، سید میران، آقای نیکبین، آقای تاجزی و چند هنرمند دیگر، خانواده سینما بیشتر از پیش اندوهگین است. این یک فاجعه است. دولت و مسئولین باید به خاطر این استعدادها زمینه کار فراهم سازد تا باشد روز سینمای افغانستان نیز در رقابت با سینمای جهان استادگی و مقاومت نماید.